هرچه که به آستانه قیام سراسری نزدیک میشیم، خامنه ای اقدامات سرکوبگرانش رو علیه دانشجویان تشدید میکنه. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای داریوش تاکی تا کمی به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما آقای تاکی و خیلی خوش آمدین به برنامه امروز ما. به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که چرا این روزها رژیم اقدامات سرکوبگرانش رو علیه دانشجویان انقدر تشدید کرده؟ من هم به شما سلام میکنم و به بینندگان تلویزیون ایران آزادی سلام دارم. در پاسخ به سوال شما باید بگم که همونطور که به خاطر داریم، با دستگیری و شهادت مهسا امینی در 15 شهریور 1401 در واقع قیام ایران جرقه زده شد و اون آتش زیر خاکستر مجدداً شعله ور شد و دیدیم که دانشجویان هم از دختر و پسر به شکل خیلی گسترده همراه با مردم ایران، همراه بخشار مختلف مردم ایران در کف خیابان حضور فعال داشتن. نقش اونا بسیار تعیین کننده بود، کما اینکه دیدیم که خیلی جا نقش پیشتاز رو داشتن. رژیم که به شدت در واقع از این پیشتازی دانشجویان غافلگیر شده بود، در واقع در گام اول اومد از طریق گفتمان بتونه به قول خودش در واقع خیزش دانشجویی رو در واقع کنترل و خاموش کنه، اما دانشجویان اعتنایی به این گفتمان نکردن تا جایی که رژیم ناچار شد علاوه بر نیروهای سرکوبگر خودش در دانشگاه تحت عناوین مختلف از نیروهای بسیجی نیز کمک بگیره برای سرکوب دانشجویان، که در همین پروسه در واقع تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر و زندانی شدن. و طبعا با توجه به اینکه ما در آستانه اولین سالگرد قیام هستیم، خب طبعا رژیم اقدامات سرکوبگرانش رو افزایش خواهد داد و در نقطه مقابل نیز دانشجویان کماکان بر روی خواستهای خودشون پافشاری خواهند کرد، همونطور که ما در قیام‌های قبلی نقش فعال اونها رو دیدیم. بله آقای تاکی، چه اقداماتی رو جدیداً رژیم انجام داده علیه دانشجویان؟ طبعا خب اقدامات رژیم بسیار گسترده است توی دانشگاه‌های مختلف کشور، که خب بخوایم به همه اینها اشاره بکنیم خب وقت برنامه شما اجازه نمیده. به همین خاطر من به شکل خلاصه و تیتوار یک سری اقدامات سرکوبگرانه و محرومیت‌هایی که در واقع رژیم در دانشگاه اعمال کرده به نقل از شبکه‌های مجازی و به طور مشخص کانال‌های تلگرامی دانشجویی به اونها اشاره می‌کنم. طی 2 ماه گذشته در واقع رژیم 59 نفر از دانشجویان را از دانشگاه اخراج کرده، حدوداً 104 نفر از دانشجویان را از 1 ترم تا 4 ترم محروم کرده. بر اساس برنامه که خودش قبلا اعلام کرده بود، قرار بود که از 25 شهریور در واقع کلاس‌های دانشگاه شروع بشه، ولی اعلام کرده که 1 هفته این به تعویق میفته و به طور مشخص در دانشگاه شریف اعلام کرده که ترم جدید از 3 در واقع مهر ماه شروع میشه. در عقب کشور دانشگاه‌های کشور به طور مشخص کلاس‌ها رو اعلام کرده که تا 2 هفته اول به شکل مجازی اعلام برگزار میکنن، یا در خود سایت دانشگاه فردوسی اطلاعی صادر کرده که روی این مسئله تاکید کرده که 2 هفته اول در واقع کلاس ها به شکل آنلاین برگزار میشه، و یا در دانشگاه به طور مشخص خواجه نصیر طوسی نهادهای سرکوبگر رژیم سراغ 40 نفر از دانشجوها رفته و آنها را مورد بازخواست و بازجویی قرار دادن، و یا در اکثر دانشگاه‌های کشور به طور مشخص امیرکبیر، شریف و یا دانشگاه تهران در واقع از دانشجوی تعهدنامه کتبی گرفتن که اینها در تظاهرات و اعتراضات شرکت نکنند و یا در شبکه مجازی فعالیتی نداشته باشند. طبعا هدف رژیم از این اقدامات گسترده فقط و فقط ایجاد جو رعب و وحشت در دانشگاه هاست، و در نقطه مقابل می‌بینیم که دانشجویان مطلقا به این اقدامات سرکوبگرانه اعتنایی نمی کنن. بله. و در واقع خواستای خودشون رو ادامه میدن. یک موضوع دیگه هم بود سر محدودیت دانشجویان از خوابگاه ها. این چی بود که سر صدا کرده بود؟ چون گفتن که یه سری محدودیت گذاشتن برای دانشجویان در سر استفاده از خوابگاه های دانشگاه ها. بله طبعا علاوه بر تمامی محدودیت ها و فشار ها و محرومیت‌هایی که رژیم برای دانشجوها ایجاد کرده،
در حال حاضر یکی از معضلات دانشجویان وجود خوابگاه است. به طور مشخص در دانشگاه بوعلی سینای همدان حدود 200 نفر از دانشجویان که اکثرا از دخترها هستند را از خوابگاه محروم کردند. و یا در دانشگاه هنر رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد را از خوابگاه محروم کردند و گفتند که به اونها هیچ خوابگاه اختصاص داده نمیشه. یعنی در این حالت دانشجوی که از شهرستان مختلف میان ناچارن برن توی شهر خونه اجاره بکنن که با توجه به هزینه های کلان، در واقع هزینه های روزمره کلان در شهرهای مختلف و به طور مشخص شهرهای بزرگ، خب این فشار مضاعفیه بر خود دانشجو. باز در همین رابطه در واقع همون معدود خوابگاه هایی هم که وجود داره میبینیم که از مینیموم امکانات رفاهی و یا رسیدگی های روزانه در واقع وجود نداره و از طرف دیگه تو همون خوابگاه ها انواع و اقسام محدودیت ها رو بر روی دانشجوها و به طور مشخص دانشجویان دختر اعمال میکنن. مثلا به عنوان مثال توی دانشگاه فرهنگ والد تبریز در واقع دانشجوهایی که برای ترم تابستونی خواستن که در خوابگاه بمونن قانونی وضع کردن که این دانشجویان فقط یک ساعت مجازن از دانشگاه از خوابگاه خارج بشن و در واقع رفت و آمد اونها رو ثبت میکنن و اگر خارج از این یک ساعت باشه اونها رو به حراست ارجاع میدن و در ادامه اگر ادامه پیدا بکنه کارت دانشجوییشون رو ضبط میکنن و اگر باز ادامه پیدا بکنه خانوادهشون رو احضار میکنن و نایه نیز به کمیته در واقع انضباطی ارجاع میدن. باز در زمینه همین محدودیت ها میبینیم که در رابطه با دختران دانشجو انواع و اقسام محدودیت های اعمال میکنن، من جمله که در خوابگاه باید حتما چادر سرشون بکنن و یا در رابطه با دانشجویان پسر هم میبینیم که در اساس در خوابگاه هم حتی این آزادی رو ندارن که لباس راحتی مورد نظر خودشون رو بپوشن. طبعا در رابطه با این محدودیت ها باز محدودیت های دیگه بیشتر دیگری هم وجود داره. من جون فرض کنیم در رابطه با محل اسکان این دانشجو ها میبینیم که در یک اتاق 20 متری 10 نفر از دانشجویان اسکان دادن و یا در یک اتاق در واقع 40 متری 25 الی 30 نفر رو اسکان دادن. باز از طرف دیگه وضعیت غذایی دانشجو رو میبینیم که به لحاظ وضعیت غذایی خیلی کیفیت اونها پایینه. باز تو همین دانشگاه فرهنگ تبریز میبینیم که تعداد زیادی از دانشجوها دچار مسمومیت غذایی شدن. بله، شما فکر میکنین که این محدودیت ها و این سرکوب ها آیا تأثیری هم بر روی جنبش اعتراضی دانشجویان میگذاره؟ طبعا تو تمامی کشورها به قشر دانشجو به عنوان قشر آگاه و روشنفکر جامعه نگاه میکنن که در واقع سرمایه آینده جامعه هستن برای ساختن اون کشور. ولی متاسفانه توی کشور ما، توی کشور ایران که رژیم حاکم یک رژیم ضد بشری و در واقع رژیم بقایت ارتجاییه، به دانشجو به چشم مجرم نگاه میکنه. به همین خاطر طبیعیه که خوابگاهش هم تبدیل میکنه به زندان و همون قوانین که الان صحبت کردیم رو اعمال میکنه. ولی خب نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که علیرغم تمامی این محدودیت ها، علیرغم تمامی این فشارها و بگیر و ببندها و زندان و دستگیری و محرومیت و غیره و غیره، از اون طرف پاسخ دانشجوها در یک کلام ایستادگی روی خواسته‌های خودشونه و به طور مشخص خواسته اونها همون خواسته مردمه که در شعارهایشون تماما خواستار سرنگونی تمام عیار این رژیم ضد بشری، ضد فرهنگ و ضد علم و دانش هستن و کما اینکه توی قیام‌های قبلی دیدیم به خوبی اینو اثبات کردن و انشالله در قیام آتی و در سالگرد، نه اولین سالگرد قیام 1401 نیست، به خوبی اون رو اثبات خواهند کرد. بله، با تشکر از شما آقای تاکی به خاطر حضورتون در برنامه امروز ما. منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار.